خب بینندگان عزیز در ادامه بحث های دو هفته گذشته در خصوص اخلاق تبابت ای بار در مورد تصمیم گیری برای مراقبت یا هم عدم مراقبت از نوزادان یا او جنین که ناقص الخلق هستند یا سوی تشکلات بسیار شدید ولادی دارن صحبت میکنیم دکتر صحب اخلاق از طریق اسکای با خود داریم دکتر سب سلام و خدمت شما باز هم ممنون وقتتان دکتر سب اخلاق تاسیخ لاس دکتر سب امروزه آزمایشات زیاد پیشرفته در جهان وجود داره که نوزادار نه در داخل حیات رحمی اونا را نشان میتن که با چی مشکلات اینا مواجه هستن آیا سالم هستن آیا از لحاظ ولادی مشکل دارن یا نه اخلاق تبابت در این خصوص چی میگه آیا تشخیص پیش از وقت درست است ببینید واژه اخلاق چون در جامعه ما یک چیز تازه است به نظر یک چیز در دسترس و روشن و ساده مرسه ولی شاید واژه مناسب تری باشه بگیم اخلاق های تبابت یعنی وسیعی داره شما به چه نوع اخلاقی باور داشته باشید به اخلاق مثلا کانتی باور داشته باشید باور داشته باشید که انسان حق تصمیم گیری در باب خودش داره و خیر و شر خود خود تشخیص میده یا شما باور داشته باشید به اخلاق یوتیلیترینیزم یعنی که فایده و خیر جامعه چیست یا اینکه شما باور داشته باشید به اینکه آدمی یک موجودی است که باید وظیفه و مسئولیت اخلاقی در محور تصمیم گیری های اخلاقیش باشه یا اخلاق فضیلت که معمولا اخلاق سنتی در جامعه ما اخلاق فضیلت انگار از اخلاقی که از یونان آمده و بعد خزا امام غزالی و دیگران در جامعه اسلامی و در جامعه غربی هم بعضی از مکنتایر بعضی فیلسوفان جدید مطرح کرده لذا ما در بحث میشه همیشه میگیم که خب مثلا تشخیص پیش از وقت شما گفتید از اخلاقی چطور از پاسخش میگیم اخلاق کانتی مثلا جایز میدانه به خاطر که او معتقد است آدمی مسئول است نسبت به فرزندی که به دنیا میاره نسبت به وضعیتی که رخ میده و با باید خبردار باشه مسئولانه عمل کنه یا اینکه مثلا اخلاق پیامدنگار یا اخلاق یوتیلیترینیزم هم به خاطر اینکه میگه انسان نسبت به جامعه مسئولیت داره و ببینه فردی که به دنیا می آوره یا آدم به از لحاظ سلامتی و مفیدیت برای جامعه چطور است باری برای جامعه است یا اینکه در واقع یک حیات و یک و یک تازگی به هستی آدمیان خواهد آورد به خاطر باید ببینه و باید تشخیص بده در رابطه با و مثلا جالب اینجاست که حالا شما بحث بیماری ها رو مطرح کردید ولی اصلا یک بحثی در اخلاق مطرح است بحث جنسیت است که آیا والدین حق داره که است دکتر بپرسه که می طفل بچه است یا دختر است و اگر پرسیدن اخلاقی هست که دکتر به اونها بگوید چون در بعض فرهنگ ها ممکن است بچه رو بیشتر ترجیح بده یا دختره یا هر چیز دیگره و یه خودش کار غیر اخلاقی است بین انسان ها تفاوت قائل شدن است لذا مثلا همین اخلاق فایده انگار یا یوتیلیتری نیست میگه این حق پدر مادر نداره که بپرسه که جنین طفل بچه است یا دختر است یا اگر پرسیدن دکتر حق نداره از لحاظ اخلاقی به بگوید بخاطر اینکه در انسانیت فرقی نیست و اگر مثلا اخلاق فضیلتگرا باشه و خوی چون مبتنی بریست که آدمی در واقع باید به شخصیت متعالی و فضیلتمند برسه خب برحال یه شخصیت به خودش میتونه تصمیم بگیره که آیا در پروسس تشخیص پیش از وقت وارد شود یا نشود لذا خیلی دست عمل در واقع همگانی در این مورد داده نمیشه لذا اخلاق های متفاوت نظریات گوناگونی داره و او چیزی که وظیفه یک مابش می اتیسیست یا یک متخصص مسلکی اخلاق در شفاخانه است که معمولا در این کیس ها و کیس های بسیار جدی تر یک کمیته تشکیل میشه یکی از اونها یعنی به استاد اخلاق است ممنون دکتر سب اخلاق حق درمان یا عدم درمان کودکان ناقص الخلقه با کی است؟ پدرش؟ مادرش؟ هر دویش؟ یا دکتر؟ سوال بسیار خوب است خب در جامعه مدر در جامعه غربی آه، آه، حق درست. با یکی که اینا نیست حق با قانون است به خاطر ما میگیم که در جامعه سنتی همین دو گروهی که شما نام بردید تصمیم میگیرد یا والدین پدر مادر تصمیم میگیرد یا دکتر تصمیم میگیرد ولی در جامعه غربی زیاد اتفاق افتاده است که از ها بسیار زیاد داریم که مثلا پدر مادر طفل ناقص الخلقه بسیار چیزی بوده است بسیار بسیار شدید ناقص الخلقه بوده و مادر همون لحظه ای که ولادت کرده خواست که به او رو نداشته باشه و چون برای ادامه حتی چند ساعت حیات خود نیاز به چیزای پزشکی داشته حمایت پزشکی داشته و گفتن کارا رو نکنید باید که خود به خود جان بده و خیلی دلیل اخلاقی هم آورده گفته ما آدمی که شکل کامل آدمی نداره عقلش مشخص است که کامل نخواهد بود چون سرش به اصطلاح تکمیل نبوده و مسائل دیگه این برای اولادهای دیگه من مشکل داره برای خودم مشکل داره اصلا زندگی تمام خانواده ما را خراب میکند و خراب به که من مسئولیت اخلاقی خود نسبت به اولادها انجام داده نمیتونه ولی پزشکان به خاطر که قوانین میگه که حق نداره که دوا و ترتیبات پزشکی را از یک بیمار دریغ کنه اونا حاضر نشده و کار به دادگاه انجام میده است پس حق در جامعه مدرن عموما با قوانین و با دادگاه هست که اونها تصمیم میگیرن که در این مورد به هر حال کدام اصول با هم در تعارض است و کدام نیست یک نکته که متناسب با این بحث باید مطرح کنیم بحث به ناقص الخلقه که مطرح میشه بحث مرتبط با درمان ها و اصلاح ژنتیک هم هست یعنی دو بحث باید از هم جدا کنیم عموم مکاتب اخلاقی معتقد است که اصلاح ژنتیک امر غیر اخلاقی است یعنی که ما بگوییم که یک پدر مادر میگوید که شما دخلی کنید در به ترتیب ژنتیک این فرزند تا یک ویژگی منفی از این رفت شود و این خصوصیت نداشته باشه قدش ایتوری باشه یا طبش باشه اینها کاملا غیر اخلاقی دانسته میشه و مذرات زیاد اخلاقی برای جامعه داره ولی درمان رفع یک کمبود تا اندازه مکاتب اخلاقی جایز میدانند مبتنی بر توجهات مختلفی که پیشتر عرض کردم و مکتب اخلاقی با اونها روبروست ډاکټر صاحب دا مسایل خو د سقط جنین سره اړیکات لري نو دا عمل څونه اخلاقي دي او کله یا څو وخت سمبالل کیږي خو شما وینئد کوو چې په امریکا چੰنته هست چې جنجال بسیار کلان اوس بین دوو ګروپ کې دی هردوی د یو اخلاقي دفاع وکنه یوه ټه مخالفه سقط جنین است او اونها در واقع از حق حیات میگه یک زندگی که حالا بستگی داره کسی که به خدا باور داره خدا داده است یا طبیعت داده است یک زندگی که به عالم آمده است ما حق نداریم که از زندگی را به مرگ به صدا تبدیل کنیم لذا حق آزار نرساندن که یک یا در واقع وظیفه آزار نرساندن که وظیفه اخلاقی هست مطرح هست یک طرف دیگه هم کسانی هستند که در واقع معتقد به حق کنترل بر بدن خود و تصمیم گیری برای خود است خب به اصطلاح خانومی که حامله هست حمل یک صرفا یک اولاد داشتن نیست یعنی اولاد مثل اصطلاح یک بیگی نیست که من میتونم داشته باشم چند ماه با خودم باشه و بعد عوض کنم حتی مثل خانه نیست بخشی از بدن وادم آدم می شود یعنی رابطه عاطفی یا رابطه شخصیتی رابطه ما داستان های زیادی داریم از خانم هایی که رحم های خود به اجاره دادن ولی بعدا که فرزند به دنیا آمد نتونستن از لحاظ روانی و با عاطفی با او طف به بکنند بکنن و به جنجال های زیادی انجامیده است و از طرف دیگری خانوم حال نه تنها بدنش تغییر می کند از لحاظ روانی از لحاظ شخصیتی همه چیز تغییر لذا یک تغییر بزرگ بر شخصیت و بر به زندگی و آدم است و او حق تصمیم گیری در رابطه با قضیه داره ولی خب کسایی که معتقد به حق حیات در مقابل استدلال میکنن که وقتی که آدم یک خربوزه خورد پای لرزش هم میست وقتی شما باردار شدید یک تصمیم نیست مثل که خودم خواستم از به هر علتی از سر با من داختم نمیتونم وسط راه تصمیم بگیرم که نه بنابراین یک بحث بس بسیار پیچیده است یک جنبه بحث است یک جنبه دیگه بحث هم ای است که او طفل باید نگاه کرد مثلا از لحاظ اسلامی عموما با بری است که تا چهار ماه او یک انسان کامل حساب نمیشه کار ساده ترس ولی مسیحیت در قسمت خیلی مشکل داره مخصوصا کاتولیک ها به که اون لحظه ای که اسپرم و تخمه زن با هم یک جامعه شونا میگن انسان تشکیل شده و بنا این مسیحیت مدرن است نه مسیحیت کلاسیک به مشکلات بر میخورد ولی از لحاظ اخلاق سکولار هم سوال همی است که آیا واقعاً او طفلی که داخل شکم هست آیا او جنین او انسان است کی او انسان گفته میشود شما شو میدانید از لحاظ علمی یک بسی بحث بسیار اصطلاح جدی است انسانیت چی است انسانیت اگر فهم است اگر قدرت بیان است اگر قدرت تشخیص است او که هیچ از اینها را نداره خب پاسخ دیگه است که نه او بل بالقوه انسان است بل انسان نیست خب بل انسان است یعنی اگر شما میدونید که او طفل این رشد نداره به سوال پیشتری ما بگیم ناقص الخلقه خواهد بود آیا سلا سخت او مشکلی نداره و کجا شما میفهمید کدام هفته را کدام ماه را کدام روز را شما می توانید تعیین کنید مرزی که او می شود ظرفیت یافتن برای یک انسان بودن اینها مباحثی است که اساتید اخلاق و پزشکان در گفتگوی با همدیگر تصمیم می و به اصطلاح نمی شود یک پاسخ کلی از طرف همه مکاتب اخلاقی و ارائه کرد و گفت مهم دانستن پیشیدهی قضیه است و یک تصمیم گیری در این عمر تصمیم ساده ای نیست چه طرف چه اون طرف لحاظات اخلاقی داره که اشاره شد دکتر سیب سید حسن اخلاق جهان سپاس از حضورتان در برنامه ممنون وقتتان کور مادم سست معلومات سخه دکتر سیب اخلاق من سلامت باشید تشکر شما دکتر سیب آرزوی خوبی برای شما و بیننده های محترم داری.